سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از سوالهای خیلی پرتکراری که همه کسانی که برای دانشگاه های شهر وین در اتریش اقدام کردن و دوره های زبان یا دوره های پیش نیاز مثل ریاضی، جغرافی، تاریخ و فیزیک و غیره دارن اینه که فاوو اصلا چی هست و چطور میشه ثبت نام کرد، چطور میشه اطلاعات ثبت نام رو کسب کرد در شهر وین و ما اصلا کجا باید ثبت نام کنیم، چون شاید یه ذره اطلاعات گیج کننده باشه برای همه. خب، مهمترین لینکی که باید بهش سر بزنید این لینکیه که این بالا میبینید، که صفحه وبسایت فور استودین لرگانگ هست و قسمت کورس ان ملونگش که اطلاعات ثبت نام رو نوشته. اطلاعات ثبت نام هر ترم اینجا آپدیت میشه، یعنی شما الان این لینک رو اگه داشته باشید، حالا من این لینک رو توی توضیحات ویدیو هم قرار میدم تو قسمت دیسکریپشن، وارد این لینک بشین و این لینک مربوط به وبسایت OAD هستش که یکی از مؤسساتیه که کارش برنامه ریزی برای ورود دانشجو به اتریش هستش، یعنی یکی از کارهاش، و کل اطلاعات اینجا نوشته شده. حالا میخوایم توی این ویدیو با هم دیگه کل اطلاعات رو مرور کنیم. یکی این که فور استودین لرگنگ اصلا یعنی چی؟ یعنی دوره های پیش از ورود به دانشگاه، این میشه معنی این کلمه. و فاو او مخفف فور استودین لرگنگ وین هستش، یعنی که مخفف فور استودین لرگنگ وین اونیورسیتتس، یعنی اینکه دوره های پیش از ورود به دانشگاه های وین. اولین قسمت، حالا چون تاریخ ضبط این ویدیو سال 2023 و ژانویه هستش، اولین قسمت راجع به زوما سمستر 2023 گفته، یعنی ترم تابستونه که پیش رو هست، همین ترمی که از توی فوریه شروع میشه. این قسمت الگماین فلیستر رو اگه باز کنید بهتون تاریخ های ثبت نام رو میگه توی مؤسسه فاوه او. دقت داشته باشید خود فاوه او برای آموزش زبان یک مؤسسه است، یک ساختمونه، ولی اشپراخن سنتروم مؤسسه دیگری هست که اون هم دوره های زبانی ثبت نام میکنه، از جمله دوره هایی که زیر نظر فاوه او هستند. یعنی اشپراخن سنتروم هم دوره های آزاد برگزار میکنه برای همه زبان هایی که تو دنیا وجود دارن، نه فقط زبان آلمانی و انگلیسی، و یک سری دوره های خاص داره که اون دوره های خاصش زیر نظر خود فاو او و زیر نظر دانشگاه های وین و زیر نظر اوعاده هستن. مؤسسه دیگه ای که باز وجود داره مؤسسه بقاتا هستش. مؤسسه بقاتا هم یا همون دی بقاتا هم مؤسسه هست که زیر نظر فاو دوره های زبان مربوط به فاو رو برگزار میکنه، ولی کلاس های آزاد خودشون رو هم دارن. چیزی که دانشجوها باید ثبت نام کنن دوره های زیر نظر فاو هست. خب، حالا این چیزی، این فریستایی که اینجا نوشته بیشتر مربوط به خود مؤسسه فاوو هست، هرچند که اشپراخن سنتروم و دیبقاتا هم میتونه فریستاشون همین باشه، یعنی تاریخ های ددلاینشون همین باشه. گفته که انملد فریست یعنی تاریخ ثبت نام، فور ارست ملدقینن یعنی که برای کسایی که بار اولشونه که دارن ثبت نام میکنن، از 19 ژانویه تا 3 فوریه 2023 هستش. انملد فریست یعنی تاریخ ثبت نام، فور زد سنده اشتودیغنده یعنی برای کسایی که بار دوم به بعدشون هست، یعنی از ترم دوم به بعد دارن ثبت نام میکنن، قبلا دانشجو بودن اینجا و تازه به وین نیومدن، اون هم همین تاریخه. و برای کسایی که ترم پنجم یا ششم رو میخوان درخواست بدن، اون هم دوباره همین تاریخه. پس این تاریخ ها رو برای همه اینجا اومده نوشته. چند تا امتحان تعیین سطح داره. شما وقتی که میخواید برای اولین بار به عنوان ارست سمستری وارد فاوو بشید،
که آدرسش هم تو خیابون زکس هویزا اشتغاسه، ساختمون 33 آ هستش. اینجا هم اطلاعات کامل رو نوشته، شماره تلفن و ایمیل، که ایمیلشون هم معمولا هر وقت که ایمیل بزنید خیلی زود بهتون جواب میدن. تاریخ امتحان تعیین سطح زبان آلمانی 3 فوریه است، امسال تاریخ تعیین سطح انگلیسی 17 فوریه است و تاریخ شروع همه دوره ها 20 فوریه است تو فاوو. و اینجا هم اومده لینک اشپراخن سنتروم دوره های زیر نظر فاووش و لینک دیبغاتا دوره های زیر نظر فاووش رو گذاشته که میتونید اونجا چک کنید اگر که شما به این نتیجه رسیدید که نمیتونید توی فاوو ثبت نام کنید. حالا با هم دیگه میبینیم که چطور به این نتیجه میرسیم که آیا ما میتونیم اصلا توی خود فاوو ثبت نام کنیم یا اینکه نه ما باید بریم توی یکی از این دوتا ثبت ناممون رو انجام بدیم. خب ارسولاسون یعنی پذیرش اولیه. اول اینکه شما برای اینکه بتونید تو دوره های فاوو ثبت نام کنید باید بشاید داشته باشید، باید یه دونه پذیرش از دانشگاه های وین داشته باشید. از کدوم دانشگاه؟ از اونی وین، اونیورسیتت وین یا همون دانشگاه ملی وین، از ویرتشافت اونیورسیتت وین یا همون دانشگاه اقتصاد وین یا وو بهش میگن، از تکنیشه اونیورسیتت وین یا تو دانشگاه تکنیک وین، مدیسینشه اونیورسیتت وین مد اونی بهش میگن و اونیورسیتت فور بودن کلتور وین یا بوکو و دانشگاه ویتمت که دانشگاه دامپزشکی هستش. پس شما از یکی از این دانشگاه ها که پذیرش داشته باشید، بشاید داشته باشید، برگه بشاید داشته باشید شرط اولی است برای اینکه بتونید وارد دوره های فاوو بشید. منظور کل دوره های فاوو است اینجا، یعنی دیبغاتا، اشپراخن سنتروم و خود فاوو مؤسسه اصلی. اونه بشاید یعنی بدون اینکه پذیرش داشته باشید ثبت نام برای دوره های فاوو اصلا امکان پذیر نیست و ثبت نام اولیه حتما باید پرزونلیش دورشگفورت بردن، یعنی که حتما باید شما خودتون شخصا اینجا وجود داشته باشید یا حضور داشته باشید. منظور از کلمه پرزونلیش اینه که برادرتون، مادرتون، خواهرتون، دوستتون، کسی نمیتونه بیاد به جای شما اینجا ثبت نام کنه اگر که ترم اول شما هست و اولین باری هست که میخواید ثبت نام کنید. زمانی شما میتونید ثبت نام کنید که ویزا شده باشید، توی شهر وین حضور داشته باشید و بتونید شخصا مراجعه کنید و اونجا ببیننتون و ثبت نامتون کنه. خب یه اطلاعاتی راجع به دوره ها داده، گفته که کسایی که بغیر از آلمانی پیش نیاز های دیگه دارن، مثلا شما علاوه بر آلمانی انگلیسی هم دارید، ریاضی هم دارید، خیلی ها تو پذیرشاشون، تو برگه پذیرشتون اگه نگاه کنید این رو نوشته. اگر که شما پیش نیاز های دیگه ای دارید و زمانی که امتحان تعیین سطح میدید سطح شما بالاتر از آدو تعیین میشه برای زبان آلمانی، شما مجاز هستید که تو خود فاوو دوره رو بگذرونید. یعنی اگر تو این تاریخ ثبت نام ها برسید میتونید که تو خود فاوو ثبت نام کنید و شهریه فاوو به ازای هر ترم 508 یوروه. حالا فعلا اگر که نه، شما فقط زبان آلمانی دارید به عنوان پیش نیاز، یا اینکه تعیین سطح میدید و سطحتون پایین تر از آدو میشه، یا اینکه شما به این تاریخ‌های ثبت نام نمی‌رسید به هیچ عنوان، مجبورید برید توی دیبغاتا یا توی اشپراخن سنتروم ثبت نام کنید که شهریه دیبغاتا یا اشپراخن سنتروم برای هر ترم 1275 یوروه، یعنی در واقع هر جلسه 4 یورو دارن از شما می‌گیرن که کل جلسات 320 ساعت هستش. و
این فکر میکنم سوالی بود که خیلی ها داشتن راجع به اشپراخن سنتروم، که چه زمانی ما باید بریم اشپراخن سنتروم ثبت نام کنیم و چه زمانی باید بریم خود فاقه او ثبت نام کنیم، که این با این توضیحات کاملا باید متوجه شده باشید. بقیه اطلاعاتش هم برای کسایی که فرزت سنده اشتودیو دارنده هستن، یعنی قبلا یه دوره گذرانن حالا یا توی اشپراخن سنتروم دیبقاتا یا توی خود فاقه او. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و مناسب بوده باشه. اگه سوالی داشتید حتما اگه توی کامنت ها بنویسید، خیلی زود سعی میکنم که جواب بدم و راهنماییتون کنم و کمکتون کنم.